رحیم 14 ساله سال هاست که از مهر و نوازش پدر محروم است. 4 سال می شود در محیط بسر می برد که کمتر توانسته خواهشات کودکانه وی را برآورده سازد. اینک با خواهر کوچکش از پرورشگاه به دیدن موزیم ملی آمده است. من پدر وفات کرده در پرورشگاه عادت مثل زندگی میکنم و در اونجا درس میخونم. این کودکان دغدغه جز داشتن یک سرپناه و غذای سر وقت ندارند. مشکلات با بزرگ شدن آنان بزرگ می شود و گاه زخم عمیق در روحشان بر جا می گذارد. فامیلا مادر زنده است، پدر مرده. امر دیگه کی است؟ برادر چیز داری؟ دلم پدر یک خانم است. اوج خوشبختی رو می شود در چشمانشان دریافت. انگار آزاد شده اند و برای پرواز آمده اند. اینان کودکان هستند که بدور از کانون گرم خانواده در پرورشگاه شب و روز خیش را سپری می کنند. هرچند پیوند خونی با هم ندارند، صمیمیت و مهرورزی آنان نمایانگر رابطه انسانی است که بین آنان در عالم کودکی گره خورده است. گروه از جوانان برای آفرینش لبخند بر لبان کودکان یتیم تلاش دارند. با باور این جوانان، کودکان آسیب ترین قشر جامعه است که کمتر به آنان توجه می شود. کودکان در افغانستان یک قشر فراموش شده هستند. نه تنها کودکان خود ما، بلکه کودکان پرورشگاهی و در جمله تمام اطفال. کودکان فراموش شده هستند. ما خواستیم برنامه های آموزشی، تفریحی و متفاوت به اطفال بگیریم که امروز یکی از برنامه های ماست که اینا را آوردیم به موزیم ملی تا در مورد تاریخ افغانستان و تاریخ کشورشان بدانن و یک تنوع برشان باشه. قشر فراموش شده از جامعه را، یعنی طفلایی که در پرورشگاه زندگی میکنن و از والدین محروم هستند و پدر مادر ندارن، اینا را ما خواستیم روی فوکس قرار بدیم و یا باز برنامه داشته باشیم. ما با اینا چند برنامه طراحی کردیم. در چند فاز درونیشی است که ما خود ما عملا میریم در پرورشگاه برشان برنامه روانشناسی میگیریم، برنامه چگونه مطالعه کنن، برشان کتابخانه سیار آماده میسازیم. یک بخش برنامه بیرونی است که شما امروز آمدین تشریف آوردین که اینا رو ما به جای آموزنده و تفریح میبریم. بر بنیاد گزارش ها حدود 4 میلیون کودک از حق تعلیم بازمانده اند و هستند کودکانی که هنوز هم در جاده های کشور با مشکلات فیزیکی و روانی روبرو اند.